خب سلام من جادی ام از پادکست رادیو گیک و جادی دات نت جادی جادی دات نت هر جایی دیگه پیدا کنید جادی رو خیلی مهم نیست. آره از دوستان چیزکس درخواست کرده بودن که در مورد روزهای اولیه اینترنت من حرف بزنم معمولا من خیلی اهل رفتن تو این پادکست تو اون پادکست هم لایو گذاشتن و اینا نیستم چون به نظرم یه دوران فالوور جمع کردن خاصیه که من خیلی قاطی شوست ندارم بشن. اما هم خوبه هم روزای اولیه اینترنت حوزه مورد علاقه منه این چند وقتم خیلی در موردش خوندم در چه احساس کردم که خوبه براشون حرف بزنم خدا ازش لذت میبرم بعد کردم ویدیوش کنم برای مخاطبین خودم هم پخش کنم اما اگه جادی رو سرچ کنیم میتونین پیداش کنین ولی بیسش قرار صدا باشه برای چیز پس برید نگاه کنین ببینیم چجوری اینترنت درست شده و رسیده به این چیزی که ما الان داریم برام چند تا سوال فرستادن، 6 تا سوال فرستادن که به اینا جواب بدم ولی گفتن نسبتا آزاد باشین. منم سعی میکنم آزاد بهشون جواب بدم. اولین سوالشون اینه یعنی که مکانیزم اولیه و اصلی آرپانت چی بوده؟ شاید هم پرسیدم مکانیزم اولیه و اصلی آرپانت. آرپانت پدر اینترنت پدر جد نه دیگه پدر بزرگ اصطلاح کافی دقیقیه پدر بزرگ اینترنت فعلی حساب میشه ماجرا از کجا شروع شد اصلا ما کامپیوترها رو خورد خورد اختراع کردیم تا مثلا 1950 اینجور چیزا بعد نیاز به اینی که ارتباط کامپیوترها با هم بیشتر بشه یا حتی ارتباط انسانها و کامپیوترها بیشتر بشه دیده شد نکته خیلی جذابش اینه که اتفاقا از یه ژنرال جنگی نظامی این ایده ها نیومد ولی این بازگذاشتن دست اومد آیزنهاور تو آمریکا رئیس جمهور میشه و ایدهاش اینه که من یه ژنرال نظامی هم. ما جنگ جهانی رو تموم کردیم یا توش پیروز شدیم حالا داریم رقابت میکنیم با روسیه و خیلی جالبه این شعور که طرف به عنوان یه نظامی وقتی به قدرت اول کشورش رسیده بعد از یک پیروزی نظامی عظیم در جهان به سمت اینه که ما باید علم رو پیش ببریم جنگ الان ما موفقیت الان ما چیزی نیست که جنرال های من بتونن انجامش بدن موفقیت ما چیزیه که علم پیش میبردش در نتیجه شروع میکنه بودجه علمی رو زیاد کردن از جمله بودجه که میرسه به آرپا آرپا مؤسسه تحقیقات نظامی پیشرفته آمریکا بوده و هست و هنوزم خیلی از تکنولوژی ما از آرپا میاد بیرون دستشون رو باز میذاره با پول یه مدیری تو آرپا میاد و به این فکر میکنه که من الان تو دفترم سه تا کامپیوتر دارم اون موقع ترمینال به میگفتن یه ترکیبی از کیبورد و مونیتور که وصل بود به یه مین فریمی یه جایی و شما میتونستین وصل بشین به اون کامپیوتر از این و از طریق این کار کنیم الان در واقع کامپیوتر ما و کیبوردش و چیزش یه جاست همش ولی اون موقع این شکلی بود که یه کامپیوتر مرکزی بزرگ بود کیبورد و مونیتورهای راه دور به این وصل میشد که الزاما هم مونیتور نبود ممکن حتی پرینتر باشه یعنی شما تایپ کنین خروجی رو تایپ شده ببینید خلاصه این مدیر سه تا در واقع ترمینال داشت تو دفترش که هر کدوم به یه مین فریمی یه جایی وصل بودن با خودش فکر میکنه که این احمقانه است من چرا باید اگر با این کامپیوتر کار دارم بشینم پشت این کیبورد این مانیتور نگاه کنم اگر با اون کامپیوتر کار دارم بشینم پشت اون کیبورد اون مانیتور نگاه کنم همچنین یه شکل های بسیار مقدماتی از چت و اینجور چیزها هم بوده اون موقع و ایدهش این بوده که اینم خیلی مسخره است که اگر من میخوام با یه آدمی حرف بزنم که تو این کامپیوتره باید بشینم پشت این یکی کیبورده که به این کامپیوتر وصله اگر میخوام بشینم تو اون یکی که اون یکی مین فریم وصله با یکی اونجا حرف بزنم باید بشینم پشت اون این ایده به نظرش مسخره میاد و درخواست بینه که شروع کنن کار کردن روی اینی که این بتونه با یک کیبورد و مانیتور متصل بشه به همه اونا این آدمی بوده لیکیدر یا همچین اسمی داشته مدیرای آرپا این آدمی بوده که خودش حوزه تخصصیش ارتباط انسان و ماشین بوده حالا تو لول 1960 بهش فکر کنیم در واقع ایدهاش این بوده که اگر ما بتونیم کاری بکنیم که ذهن انسان با ماشین به هم متصل بشن ماشین منظورم کامپیوتره میتونه انقلاب عظیمی ایجاد کنه در سرعت فکر کردن ما در شیوه تحلیل ما و غیره و غیره بیسش این بوده و در واقع به ارتباط انسان و ماشین فکر می‌کرد خب اولین قدم چرتش اینه که سه نفر ببخشید یه آدم مجبور بشینه پشت سه تا ترمینال مختلف برای اینکه با سه کامپیوتر مختلف کار داره این رو شروع میکنه یه پروژه کردن اون موقع تو آرپا افرادی مثل باران بودن که ایده جدید باحالی داشتن تا اون موقع ما شبکه های مخابراتیمون تلفن بود دیگه اگر دیده باشین تو این فیلم قدیمی یکی نشسته مثلا من جادی هم میخوام با مسعود حرف بزنم این وسط فرض کنین سارا نشسته و کابلا رو به هم وصل میکنه اون مرکز تلفن قدیمی یه جفت کابل از خونه من کشیدم به مرکز تلفن از مرکز تلفن هم یه جفت کابل کشیدم به خونه هر کس دیگه من زنگ میزنم به مرکز تلفن در واقع گوشی رو که برمی دارم بلینگ بلینگ میکنه میگم که میخوام با مسعود صحبت کنم مسئول تلفن برمی داره دو تا سیم رو میزنه توی سوراخ من و سوراخ اون و سوراخ من و سوراخ اون چهار تا در واقع چهار تا سوراخ رو با هم وصل میکنه خلاصه و اون مسیر خونه من تا خونه مسعود تکمیل میشه ببینید ما یه خط شخصی داریم دقیقا مثل اینکه اگه من میخوام برای شما یه فایل بفرستم یه لوله بکشم تا خونه شما متنم رو بنویسم اگه میخوام نامه بفرستم بنازمش تو اون لوله بیاد طلب بیفته تو خونه شما این ایده مخابرات قدیمه خطای تلفن ما هم حتی اینجوری کار میکردن تا چند سال قبل حتی در واقع های مکانیکی داشتیم که اینا رو به هم وصل میکرد اما ایده باران برای آرپانت ایده پکت سویچ بود ما به جای اینکه لوله بکشیم از هر جا که با هر کی کار داره یه سری پاکت درست میکنیم و روش مینویسیم این مال قراره برسه به فرزانه. و روش یکی یه متنی می نویسه توش متنمو می نویسم روش می نویسم این واسه فرزان است و میذازم به تو صندوق پست من از خونه خودم تا خونه فرزانه یه لوله درست نکردم من میفرسمش به صندوق پست یکی از صندوق پست برش میدونه بعدش اداره پست تو اداره پست که نگاه میکنین باید کجا بره میگه بره منطقه پستی فلان ببینید تیکه تیکه مسیر رو پیش میره و در واقع سویچ میشه به اونجا نه اینکه یه لوله یه تخصصی از خونه من تا اون آرپا رو بیس بر این میسازن ایده اصلیشون هم این بوده که دانشمندا بتونن از کامپیوترهای مختلف استفاده کنن تا اون موقع این شکلی بود که اگر من میخواستم با یک کامپیوتر خاص یک جایی کار کنم باید میرفتم پیش اون کامپیوتر خاص یا میرفتم پیش یه ترمینالی که به اون کامپیوتر خاص وصله و باهاش کار میکردم حتی این شکلی بود که اگر من میرفتم دانشگاه استنفورد یه برنامه میدیدم که خیلی باحاله و یکی نوشته و اینو میخواستم ببرم توی دانشگاه خودم خاجه نسیر استفادهش کنم بازم من باید اون برنامه ها رو همونجا پرینت میگرفتم میبردم تو خاجه نصیر تو کامپیوتر خودم تایپش میکردم نه به این مفهوم الان ما فلاپی دیسک بود نه شبکه بود برای کپی کردن این خیلی عجیبه یا حتی میخواستم با یکی چت کنم به یکی حالا به اون مفهوم خیلی کلاسیکش ایمیل بزنم باید چیکار میکردم باید میومدم توی اون کامپیوتری که اون آدم اکانت داره لاگین میکردم با هم حرف میزدیم باران این به نظرش عجیب میاد و پکت سویچ رو میاره. از اون طرف اگه اشتباه نکنم اسمش لیکیدره حالا خیلی هم مهمه که از رؤسای 1960 فلان بوده اون میاد ایدش میشه که من کامپیوترهای مراکز مختلف رو اگه به هم وصل کنم چی ترمینال خودم رو وصل کردم به این تا کامپیوتر خیلی باحال شد یه سویچینگه در الان من هر کاری که میخوام بکنم تو برنامه هم میگم میخوام چیکار کنم وصل میشه به اون کامپیوتری که باش کار داره چی میشه اگر من پنج تا کامپیوتر مختلف از مراکز دانشگاهی مختلف رو همه رو با این تکنیک به هم وصل کنم عملا من به هر کدوم از این کامپیوترها که وصل میتونم به با اون یکی هم وصل بشم برای این کلی کار میکنن دیوایس هایی میسازن که پکت ها رو میفهمه که باید کجا بره ما امروز بهش میگیم روتر یا سویچ اون موقع ها بهش میگفتن آی ام اس فکر کنم آره اگه اشتباه نکنم خیلی الان کلمات مهمی هست واقعا همشون منقضی شدن اگه این تیستوری اینترنت هم دوست داشتین اولین مدخلتون میتونه کتاب ببخشید اولین مدخلتون میتونه ویکی‌پدیا باشه تحت عنوان هیستوری اف اینترنت رو تو ویکی‌پدیا شروع میکنن دانشگاه ها رو به هم وصل کردن ایدهشون هم بامزه بوده از جمله همون آقای باران و یه نفر دیگه ایدهشون این بود که ما یک مسیر هم بین هر چیزی نکشیم از هر چیزی چند تا مسیر باشه مثل خیابون شهر اگر من میخوام از خونه جادی برم خونه پروانه چیکار میکنم از چندین خیابون مختلف میتونم برم اگر یکی از خیابونها بست است من از خیابون کناریش دور میزنم در واقع همه کامپیوترها و سویچ ها رو به همدیگه وصل کنیم توی شبکه بزرگ پک روی بسته ها یا رو روی پکت ها بنویسیم که این قراره برسه به جادی به هر سویچی که برسه از مسیری که بلده میفرسته سمت جادی اگر یه سویچ بسته بود خب از یه مسیر دیگه میره و این شکلی پکت ها میرسن به مقصدشون این ایده ای آرپانت بود یه افسانه هم هست که میگه آرپانت رو در واقع آرپا مرکز تحقیقات پیشرفته نظامی آمریکا درست کرد برای اینکه اگر یک روزی روسیه بهشون حمله اتمی کرد هر مرکزی که از بین رفت بقیه مراکز ارتباطشون با هم وصل بمونه این یکی از نتایج پکت سویچ بود ولی هدف اولیش نبود هدف اولیهش اونجوری که سازندگانش میگن بارها با بارها این بود که میخواستن مراکز علمی رو به هم وصل کنن و اجازه بدن که آدم ها از کامپیوترهای مختلف استفاده کنن الان من چی داشتم الان من یه جور سویچ خاص دارم که فقط با آرپانت کار میکنه و فقط با اون شبکه خاص کار میکنه در عین حال کامپیوترهایی دارم که تو مراکز مختلف متصل هم متصلن قدم بعدی چیه یکی باید بیاد یه برنامه بنویسه که بشه فایل رو از یه جای کپی کرد تو اون یکی اینو سریعا نوشتم بهش میگن FTP فایل ترانسفر پروتکل هنوزم که هنوز استفاده میشه 1960 و آخرای 60 دیگه اولای 70 کلی ماجراها یه سیستمی نوشتن که توش میتونست فایل رو از یه کامپیوتر کپی کنه توی کامپیوتر دیگه و چون این سویچ ها وجود داشتن در واقع میتونست از هر کامپیوتر عضو آرپانت در واقع هر کامپیوتری که از اون مثلا دوازده کامپیوتری که توی دانشگاه های آمریکا به هم وصل بودن دقیق شدم نیست کپی کنه رو هر کامپیوتر دیگه ای چون میومد از تو مسیرهای آرپا میچرخید و میرفت کپی میشد یه مفهوم خیلی اولیه ای از اینترنت ماست اینا که درست کردن سریعا نیازهای دیگه شروع کرد رشد کردن مثلا آدم میخواستن ایمیل بزنن یکی اومد کشف کرد که خب بیا یه کاری بکنیم اسم یوزر رو بذاریم بعد یه علامت اد ساین بذاریم تعریف می‌کنه که حالا اد ساین ها انتخاب کردم چون کس دیگه استفادهش نمیکرد جای دیگه و اسم کامپیوتر هم بذاریم پشتش شماره کامپیوتر تو آرپانت و در نتیجه من میشه که جادی ات کامپیوتر دوم توی دانشگاه خاجه نصیر اگه جزو آرپانت بود خاجه نصیر و این رو باسه اون میفرسته این مفاهیم کم کم داره درست میشه اوائل ایمیل در واقع یه جور فایل ترانسفر پروتکل بود یه جور کپی فایل بود یه فایل ایمیل رو کپی میکرد توی هوم من من که لاگین میکردم نگاه میکردم میدم ای یه فایل جدید هست تو دایرکتوری ایمیل ام میرفتم فایل رو میخوندم میدیدم چی نوشته و میتونستم یه فایل جدید درست کنم بهش جواب بدم ریپ... ریپلای هنوز نداشت فوروارد نداشت اتچمنت نداشت من میرفتم یه فایل جدید درست میکردم توی هوم یارو براش میشم که مرسی که برام نوشتی من جادی ام ایمیل تو خوندم و نظرم اینه مثلا ببین این شکل های جدیدی که کم, کم چیزها دارن اختراع میشن بعدش کم کم مفاهیم پی, پی میاد در واقع میبینن که این آرپانت با کامپیوترهای خودش داره خوب حرف میزنه ولی نمیتونه با کامپیوترهای بقیه حرف بزنه میان یه استانداردی مینویسن که هر کسی میخواد حرف بزنه با یه کامپیوتر دیگه از این استاندارد پیروی کنه خوبیش چی میشه حتی اگه من جزو آرپانت نیستم ولی از اون استاندارد پیروی میکنم میتونم سیمم رو کنم با آرپانت و شروع کنیم با هم حرف زدن این کشف TCP IP TCP میشه در واقع اون مفهومی که پکت ها چه جوری درست بشن و منتقل بشن آی پی میشه اونی که به کجا منتقل بشن در واقع هدر پکت ها و اینا تو TCP آی پی میگه به هر کامپیوتری چه جوری شماره بدیم اگر یه دیتایی میخواست منتقل بشه از چه مسیری باید منتقل بشه اینا از هم جدا میشن حالا اون دیوایسی که میخواد دیتا رو منتقل کنه دیگه براش مهم نیستش که این پکتی که داره میره آیا فایل آیا ایمیل آیا ویروسه یا هر چیه این میگه آی پی میگه من فقط تحویلش میدم تو مسیر تی میگه این پکت اینجوریه وقتی رسید به اون کامپیوتر باید چه این رو بخونی مشکل هنوز چیه یه مشکل دیگه هنوز داریم اونم اینه که من باید همه چی رو حفظ باشم بدونم شماره کامپیوتر فلان در دانشگاه هاروارد چنده باید بدونم که سروری که میخوام بهش وصل بشم آی پیش چیه اینجاست که آدما میان DNS رو اختراع میکنن دومین نیم سرور DNS کاری که میکنه اینه که دفتر تلفن بسیار بزرگه که من بهش میگم جادی دات نت آی پی رو برمیگردونه. حتی یه جایی من دیگه لازم نیست بگم جادی دات نت تا قبل از این اینجوری بود دیگه. من بعد تو یه دفتری می نوشتم که, جادی دات نت, که جادی دات نت که جادی توش مینویسه آی پی هست 10 14 121, خب؟ این یه دفتری که من خودم دارم و توش یه لیست بلندی از همه کسایی که من باشون کار دارم هست. این دفتر تلفن. یه جایی هست که یکی گفت خب چرا این کارو میکنیم؟ بیایم یه دفتر تلفن مرکزی درست کنیم هر وقت شما به کامپیوترتون گفتیم وصل شو به جادی اتوماتیک بره دفتر تلفن رو نگاه کنه آی پی شو ور جواب بده و کامپیوتر شما وصل میشه به اون آی پی این بود مفهوم DNS. ای اینا شروع میکنن اینترنت رو به مفهومی که ما میدونیم شکل میدن یه جایی یه کشمکش بزرگی به وجود میاد آرپانت میگه نه من فرمولی که درست کردم نتورک خودم رو میخوام سازندگانش میگن نه حالا عوضت میکنیم به این TCP/IP رو کشف میکنن یه جایی استاندارد اورگانایزیشن ایزوی میاد یه مدل دیگه میده ولی در نهایت TCP/IP برنده میشه چون که تو اروپا پیاده سازی میشه تو آمریکا پیاده سازی میشه این شبکه‌ها شروع میکنن به هم وصل شدن از اونجا سیستم عامل یونیکس میاد BSD میاد و یه برنامه ای نوشتن برای استفاده از TCP/IP در نشه. هر کسی هر سیستم عامل جدید یونیکسی که نصب میکنه عملا با TCP/IP کار میکنه دیگه اونی که استاندارد گفته نه بیام یه چیز دیگه بنویسیم مثلا فراموش میشه و اینی که همه استفاده میکنن میشه استاندارد DNS هم که داریم در کامپیوترها میتونن راحت هم رو پیدا کنن و حالا شما یه شبکه بزرگی دارین از کامپیوترهایی که به هم وصلن با استانداردهایی که با هم توافق کردن شامل تی سی پی آی پی شامل کابلشون باید چجوری چه جوری باشه سوئیچ باید چه جوری جواب بده اگر این پکت و فرستاد به مشکل برخورد باید چیکار کنه این کامپیوترها میتونن با هم حرف بزنن آدما میبینن این چقدر باحاله من تو دانشگاهام که هستم میتونم وصل بشم چرا من از خونه نمیتونم پس وصل بشم یه سری شرکت میان یه سری مودم میذارن مودم قدیمی تلفن و این اجازه رو به شما میدن که شما بتونین از خونهتون زنگ بزنین به اون شرکته اون شرکته ولی وصله به اینترنت در نتیجه عملا من یه تلفن لوکال دارم که زنگ میزنم بهش با کامپیوترم و اون کامپیوتره منو وصل میکنه به اینترنت در واقع چون اینترنت خودش وصله در واقع این شاخه هایی که هی جدا و وصل میشن از اینترنت انگار شما از طریق تلفنتون میتونین یه سیم خودتون رو وصل کنین به اینترنت نکته با مزه که اولین مدمایی که اختراع میشن واقعا گوشی تلفن قدیمی ها بود میگرفتیم بغل کلتون با حرف میزدین یه دهنی داشت با یه دونه گوشی اونا رو واقعا میذاشتن توی قاب پلاستیکی که کامپیوتر بتونه بشنوه که از تو تلفن چی میاد چی میره و اون صداها رو تبدیل به صفر و یک می‌کرد. این روزها خب که دیگه اصلا مدمه به اون معنی نداریم تا 15 سال قبل که مدمای اون شکلی داشتیم اتفاق این بود که دیگه مدم گوشی نداشت مستقیم تو کامپیوتر بود و صفر و یک به کامپیوتر آی ها در واقع این کارو میکنن شرکت مخابراتی شما اگر از هر شرکتی که استفاده میکنین اینترنت میگیرین در واقع کاری که میکنه اینه که خودش به اینترنت وصله حالا تو ایران به فیلترنت وصله شما رو از طریق سیم بی سیم هر تکنولوژی مکانیکی یا فیزیکی دیگه ای وصل میکنه به اینترنت این کاریه که آی انجام میده چند تا اتفاق خیلی بزرگم اینجا افتاد از جمله یکی از مهمتریناشون کشف حالا که تونیم بگیم ساخت وب بود قبل از این چه جوری بود اینترنت یه سری کامپیوتری بودن که به هم وصلن اینی که با چه پروتکلی چیکار کنین وابسته به خودتون بود و برنامه‌ای که استفاده می‌کردین حکما وابسته تون باشه اگه شما رو گوشیتون مثلا تلگرام دارین و تلگرام ران می‌کنین بس میشه به سرورهای تلگرام پیامای یکی رو می‌گیره برای شما میاره شما دارین از روی اینترنت تلگرام استفاده می‌کنین اگر ایمیل دارین در واقع شما دارین با یه برنامه‌ای با پروتکل ایمیل SMTP سیمپل میل ترانسفر پروتوکل یه میل میفرستیم برای یه میل سروری اون دریافت میکنه میرسونه به گیرنده ببینیم با وب هیچ کاری نداریم شما یه اینترنت شبکه های کامپیوتر متصل به همان که پروتکل های مختلف روش کار میکنن اگر شما دارین پادکست گوش میکنین ممکنه برنامه پادکست گیرتون رو دارین درخواست میده به یه سروری پادکست میگیره اما وب خیلی اختراع بزرگی بود همه اینا نیاز به برنامه‌هایی داشت که در حوالی 1980 برنامه‌های بسیار سختی بودن برای استفاده برنرز لی از فکر کنم سویسه سرن سویسه یه ایده ای میده تحت عنوان هایپر تکست ابر متن متنایی که توش لینک داره میگه ما بیایم یه سری متن بنویسیم یه رو لینک کنیم به جاهای دیگه ای از همین متن یه سرور دیگه کلا یه جای دیگه و اینجور مفاهیم وب رو پیشنهاد میکنه یه صفحاتی که توش لینک وجود داره حالا اول فقط متنیه بعد عکس میاد بعد یه کلمه چیز دیگه هم میاد جاوا اسکریپت میاد فلش میاد تکون میخوره انیمیتد گیف میشه یا هر چیزی ولی تو مرحله بیسیکش یه متنه که امکان لینک شدن به یه چیز دیگر رو داره و میگه که این یه پروتکل جدیده به اسم مثلا وب استاندارد حالا وب مثلا HTTP Hypertext Transfer Protocol Hypertext ابرمتنه متنی که لینک میشن این رو برنرز لی میده توی سوئد ایدش رو یکی هم براش یه براوزر مینویسه میگه اوکی تو اینو درست کردی خیلی ایده خوبیه منم یه برنامه مینویسم که بتونیم به عنوان مرورگر استفادهش کنیم بعد چی میشه شما مرورگرتون رو ران میکنین و میشین به یه سایت در واقع میبینین چی میشه شما میزنین بس رو به گوگل دات میره از دی ان اس میپرسه که گوگل آی پیش چنده از روی اینترنت تی سی پی, آی پی درخواست میده به اینی که به سرور گوگل واسه و بگو صفحه اول رو تو به من بده گوگل صفحه اولش برای شما میفرسته میتونید توش چیز تایپ کنین میتونید یه جایش کلیک کنین دوباره به اون سرور میفرسته جواب میگیره اون سرور ممکن شما رو به یه جای دیگه وب خیلی مهم بود چون باعث شد که پیچیدگی استفاده از اینترنت کم بشه قبل از اون خیلی از کاربرد هایی که ما تو اینترنت داشتیم کاربرد فقط تکست بیس بودن فقط متنی بودن شما باید وارد میشدین یه برنامه‌ای رو رام میکردین از این کاری که هکرها میکردن اون زمان ها و خفنا بودن و جادوگرا این کارا رو میکردن ولی وب خیلی خیلی همگانیش کرد برای شما صفتون رو باز میکردین یا چیزی میومد یا جایش کلیک میکردین میرفت یا جای دیگه یا چیزی رو میخوندین یا چیزی رو سرچ میکردین خیلی انسانی تر و راحت تر شد استفاده از اینترنت به این خاطر وب خیلی اتفاق بزرگی بود بعدش حالا در دوران ما اپ های خود دارن جاشو میگیرن جای وب رو نمیگیرن ولی در واقع اونجوری که تمام اینترنت برای آدم تبدیل شده بود وب وب حتی ایمیلشون تو وب بود چتشون تو وب بود شما یادتونه دیگه میرفتیم توی جیمیل ایمیل می‌زدیم میرفتیم توی جیمیل با هم چت می‌کردیم توی گوگل در واقع همش میومد توی وب توی فیسبوک با هم چت می‌کردیم توی یه صفحه وب با هم چت می‌کردیم الان اپ ها دارن یه بخشی از اینترنت رو پس میگیرن و اینترنت چیزی فراتر از اون میشه اما یادتون باشه اینترنت اختراعی بود مبتنی بر باز بودن آزادی و خلاقیت یه جنرال اومد اجازه داد آنها به شکل خلاق کارهایی که دوست دارند رو بکنن و یه سیستم باحالی رو پیش برد. از اون طرف آدم ها تو شروع کردن دیتا تولید کردن ارتباط آدمها رو با هم زیاد کرد اینترنت الان ما یه مشکلاتی داره حالا تو ایران که اون فیلترنت محمد اون به کنار ولی حتی در جهان هم اینجوری شده که در واقع حضور آدم ها توش بعضی موقع ها کم دیده میشه شرکت های بزرگ دیگه فقط دارن میچرخوننش خیلی اینجوریان که سایت هاتون رو بندازین نوشتههاتون رو بنویسین چیزاتون رو منتشر کنین تو هر بستری که میتونین که اینترنت دوباره مال آدم ها باشه و هواستون باشه اینترنت چیزی بسیار, بسیار 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 بزرگتر از وب چت ایمیل و غیره است یه شبکه است که هر چیز رو بر چیزی رو به چیزی وصل کرده در این دنیا الان دیگه توستر شما هم ممکنه وصل بشه به اینترنت جاروبرقیتون وصل بشه به یه چیز دیگه تو و هر کاری که این شکلیه یا حتی مثلا ایده های مثل بیت کوین وقتی میاد در واقع میگه من یه شبکه گسترده دارم حالا چرا روش یه پول پیاده سازی نکنم یکی دیگه میگه چرا رادیو رو نذارم روش و بقیه قصه خندون باشین جادی بودم یه جاهایش ممکنه اگر شما کامپیوتری نبودین براتون مبهم بود خواستم میگم تقصیر منه تقصیر من نیست احتمالاً یکی خیلی بهتر از من بگه خیلی هم بدتر میگفتن ولی اگر براتون سوالی هست جایش بیشتر دوست دارین بدونین بپرسین خوشحال میشم این بحث رو ادامه بدین من تاریخچه اینترنت رو خیلی دوست دارم اگر فنی تر هستین و دوست دارین کتاب فوق العاده بخونین یه کتاب خیلی خیلی خوب هست به اسم Where the Wizards Stay Late at نایت جایی که جادوگرا تا دیر وقت بیدار میمونن تاریخچه ماجرای اینه که اینترنت چجوری ساخته شده اتفاقا من یه سری معرفی کتاب دارم جادی جادی نتو اگه توی اینستاگرام ببینین یا جادی میرمیرانی تو یوتیوب یا هر جای دیگه اینو اخیرا معرفی کردم چون تازم خوندنش رو تموم کردم به همین دلیلم اینو قبول کردم که بگم چون منظرم در این لحظه یکی از بهترین هام برای گفتن این به طور خاص به نظر خودم خندون باشین جادی بودم و مرسی از بچه های چیزکست